ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم، خدایی که داننده راست هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. درود و عرض ادب دارم خدمت تمامی بینندگان محترم و همراهان همیشگی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. بنده تورج تفکری و همراه همکارانم با برنامه دریچه رو به آگاهی با محوریت 8 مارس روز جهانی زن به حضور شما آمد. ما در این برنامه میپردازیم به وضعیت اعتبار زنان در سطح جهانی و داخلی و خشونت‌ها و محدودیت‌هایی که در قبال بانوان سرزمینمون ایران در حال وقوع است. روز جهانی زن بزرگداشتی است که هر سال در 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه برگزار میشه و نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد. اما پسین‌ترین‌ها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. بینندگان محترم، در این برنامه ما افتخار داریم که پذیرای دو مهمان ویژه و محترم باشیم. بانو نوری شریفی، فعال حقوق بشر، مدافع حقوق زنان، مسئول کمیته دفاع از حقوق زنان و مدیر مسئول وبسایت حقوق زنان، و بانو شبنم رضاوند، فعال حقوق بشر و سردبیر ماهنامه بشریت. بینندگان محترم و عزیز، بنده بیش از این صحبت‌های مقدماتی خودم رو طولانی نمی‌کنم و زمان رو می‌سپارم به مهمان‌های محترممون تا اساتید گرانقدر هم با سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیزمون این برنامه رو در پی بگیریم و در ادامه می‌پردازم به عنوان بحث و تبادل نظرمون که همان تحقق حقوق تضعیف شده بانوان سرزمینمون ایران است. خب، به رسم ادب و کسوت، بانو شریفی محترم در خدمت شما هستیم. بفرمایید. درود می‌فرستم به شما عزیزان، بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. این روز رو، یعنی 8 مارس روز جهانی زن رو، به تمام زنان آزاده، زنان مبارز و تمام زنانی که در سر تا سر جهان، به خصوص در ایران عزیز ما، تحت تبعیض و ستم هستند، تبریک میگم. بسیار متشکر. بانو شبنم رضاوند، بفرمایید، در خدمت هستیم. من هم به نوبه خودم درود و احترام دارم خدمت شما جناب آقای تفکری عزیز، سرکار خانم نوری شریفی گرامی و بینندگان گرامی، و سپاس از دعوت شما.
و اجازه میخوام که من هم روز جهانی زن رو به تمامی زنان عزیز کشورم ایران و سایر کشورهای جهان به ویژه فعالانی که در این راه تلاش ویژه دارند تبریک عرض بکنم. در خدمتون هستم. خیلی متشکر از دو مهمان عزیزمون و محترممون. بنده هم به نوبه خودم این رویداد جهانی، این جشن بزرگ جهانی رو که به نوعی در کشورمون الان داره جرم محسوب میشه رو به بانوان سرزمین من ایران و تمامی زنان و بانوان دنیا تبریک میگم. ما در این برنامه همونطور که گفتم میپردازیم به مسائل و حقوق تضعیف شده بانوان سرزمینمون ایران. چندین سوال رو بنده و همکارانم در نظر گرفتیم که خیلی خوشحال میشیم که راجع به این مسائل با دو مهمان عزیزمون تبادل نظر داشته باشیم. اولین سوال من که در این مورد میخوام مطرح بکنم این است که روز جهانی زن چه اعتباری به زنان در جهان بخشیده و چه کمکی به سطح جهانی و داخلی به زنان داشته؟ خب رسم کسوت، بانو شریفی در خدمت شما هستیم با اولین سوال، بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب 8 مارس در واقع روز جهانی زن یادآور یک جنبش فراگیر سیاسی و اجتماعی هستش، جنبشی که زمینه‌های اون در نیمه دوم قرن 19 شکل گرفت. اگر ما بیایم روز زن رو روزی برای یادآوری نابرابری علیه زنان بدونیم، از این رو ما میتونیم در واقع برای یادآوری تبعیض مضاعف علیه گروه‌هایی در بین زنان هم استفاده کنیم، مانند زنان پیروان به اصطلاح ادیان و قومیت‌ها، زنان طبقه کم درآمد و سایر زنانی که در واقع جورای تبعیض چند وجهی رو در جوامع مختلف تجربه می کنن، به خصوص جوامع دیکتاتوری. در واقع روزی که آزادی زنان در جوامع غربی به رسمیت شناخته شد، روزی بود که یادآور قانون دفاع از حقوق زنان بود. زنان این عدم تبعیض و آزادی رو در کشورهای اروپایی و جوامع غربی آسون به دست نیاوردن. اونها سالها تلاش و در واقع مرارت داشتن، از پا ننشستن و در جهت ارتقاء سطح شعور و آگاهیشون، توانایی خودشون و دیگر همجنساشون و تربیت فرزندان آگاه و در واقع به این شکل تونستن که به این هدف بزرگ برسن. خب در زمینه جهانی اگه ما بخوایم این وضعیت رو بررسی کنیم، متوجه میشیم که کنوانسیون هایی به نفع زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید که دولت ها رو موظف و متعهد به اجرای اونها کرد. در واقع تصویب این کنوانسیون ها به نفع زنان در نتیجه اون تلاش ها و در واقع کشیدن سختی های بسیار در طول تاریخ بشریت، حتی میتونیم بگیم در ارتباط با زنان، مثل کنوانسیون حقوق سیاسی زنان که 1952 به تصویب رسید، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دسامبر 1979 به تصویب رسید، کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون تکمیلی منع بردگی، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان که در واقع 1994 به تصویب رسید، اعلامیه کنفرانس جهانی زن پکن که در سپتامبر 1995 بود، در واقع اعلامیه رایج راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،
پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. تفسیر عمومی شماره 28 تساوی حقوق مردان و زنان که مربوط به در واقع کمیته حقوق بشر هست. تفسیر عمومی شماره 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مربوط به خانواده، خانه و مکاتبات، محافظت از حیثیت و اعتبار و حق احترام به حریم خصوصی بود. و در واقع میشه گفت قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان و سند 2003 یونسکو. خب همه اینها دستاوردهایی بود که زنان به خاطر تلاش‌های پیگیر و مداومشون به دست آوردن در سطح جهانی. حالا در سطح خانه و خانواده و در واقع حقوق فردی و ذاتی خودشون اگر ما بخوایم این مسئله رو در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که در واقع زنان تونستن به الگوهای شخصی زندگی خودشون برسن، الگوهای جدید، الگوهای غیر از الگوهای سنتی و تابوهایی که در جامعه وجود داره. اینی که یاد گرفتن استقلال رو یاد گرفتن. اگر یک زنی تنهایی رو انتخاب میکنه، این تنهایی رو به خاطر اینکه کسی نبوده که لایقش باشه که از این تنهایی رو در بیاره نبوده، به خاطر این بوده که متوجه شده با آگاهیایی که به دست آورده در نتیجه اون تلاش ها و مبارزات، متوجه شده که استحقاق این رو داره که مستقل باشه. میتونه اگر جدایی رو در زندگیش انتخاب میکنه، این جدایی به خاطر انتخابی است که یک اشتباه رو ادامه نده توی زندگیش، اون این اشتباه رو کشدار نکنه، فقط به صرف اینه که مذهب به اون گفته که نه تو باید با لباس سفید وارد خونه شوهر بشی و با لباس سفید بیای بیرون. یعنی یک جبری که در واقع کسان دیگری برای اون انتخاب کردن. خب همه اینها رو ما داریم میبینیم که تاوانش رو پس داده. زنان هنوز که هنوزه دارن تاوان پس میدن و زن امروز ما می‌بینیم که در بسیاری از عرصه‌ها در واقع توانمندتر از مردان ظاهر میشن، چه در اجتماع و چه در خانواده. از طرفی به در واقع مشاغل بیرون از خانواده رو میارن، از طرفی به تربیت فرزندانشون در زندگی خانوادگی میپردازن، از طرف دیگه خواهان تغییر قوانین اجتماعی هستن، قوانینی که سنت زده و مرد سالار هستن، قوانینی که سعی در کنترل اونها در جامعه داره. خب میبینید تمام اینها دستاوردهایی است که زنان چه در عرصه های جهانی و چه در عرصه های داخلی تونستن بهش دست پیدا کنن. بسیار متشکریم از نقطه نظرات بانو شریفی محترم. بانو رضاوند، نقطه نظرات شما رو میشنویم. بله، ببینید روز زن همطور که میدونید ایدهش از به خاطر در واقع جریان مبارزات زنان نیویورک هم که خودتون فرمودید، سکا خانم شریفی هم فرمودن، آغاز شد در سال 1909. یعنی در واقع میشه گفت قریب 112 سال، بیش از یک قرن از این قضیه گذشته. و اولین شعارشون هم چی بوده؟ برای حق رأی برای زنان. یعنی اولین حقی که شروع کردن به گرفتن اون و هنوزم که هنوزه این گرفتن حق ادامه داره. در ابتدای امر یک مبارزه سیاسی بوده، هرچند الان ما 8 مارس رو جشن میگیریم و تبدیل شده به یک حالت فرهنگی، یعنی در واقع تو خانواده ها تو فرهنگ ها رخنه کرده به عنوان یک پایه مثل عشق، مثل تبدیل شده به یه روز ولنتاین، مردها و خانم ها منتظر هستن تا به هم ابراز علاقه نشون بدن، صحبت های عاشقانه بکنن. اما هدف اصلی اون بود سیاسی اون بود و هدفی رو دنبال می کرد
که همچنان ادامه داره. ما این روز رو البته الان روز جهانیش روز 8 مارس هست، ولی کشورهای مختلف، حالتهای مختلف، روزهای مختلف به مناسبتهای مختلف جشن میگیرن. مثلا حالا چون بعد جهانیش رو فرمودید من عرض میکنم، کشور بولیوی توی زمان جنگ بود، تمام زنها تو اون جنگ شرکت کردن، اون روز رو برای روز زن گذاشته. کشور کره خب همسر امپراتور رو تولدش گذاشته روز جنگ. ایران تولد حضرت فاطمه رو گذاشته براش. اهمیتی نداره به نظرم، فعلا نمیشه روی اون چونه بزنیم که چه روزی باشه. مهم اینه که همه در این روز زنان ما مطالباتی دارن. شاید ما این روز رو جشن میگیریم و باید جشن بگیریم، چون الان این جایگاهی که الان هستیم رو داریم به خاطر این روند یک قرن تلاشی که شده که زن اجازه داشته باشه وارد جامعه بشه و از پستوخانه ها در بیاد گرفته شده، باید جشن بگیریم. اما این به این معنی نیست که تمام حق و حقوقش رو گرفته و هنوز حقوق اون ضایع نشده و باید همچنان این مبارزه ادامه پیدا بکنه. این روز رو روز اولی که بنیانگذار اون مبتکر اون قرار داد به خاطر این بود که بگه زنان سهم خیلی بزرگی در جامعه دارن، در پیشرفت بشریت دارن. اولینش هم حق رأی بوده و همچنان ادامه داره. از نظر جهانی ما فقط نباید بگیم محدود به ایران این مبارزات، هنوز شاید کشورهای دیگه قدم‌های جلوتر از ما هستند، این حق رأی ها رو گرفتن و خیلی از عدالت ها رو گرفتن و همچنان ولی تبعیض ها وجود داره و اونها هم همچنان دارن مبارزه میکنن. اما فرقی هست، اونها اگه وارد جامعه شدن، تفاوت های به عنوان مثال وارد شرکت شدن، مشغول به کار هستن، تبعیض حقوقی دارند، یعنی یک پله جلوتر از حق حقوقشون دارن جلو میکنن. اما ایران یک متفاوتی داره این روزها در این 40 ساله و شاید هم قبلتر. من میخوام یه تفاوتی رو که بگم اینجاست که در ایران وقتی که سال 1357 به مناسبت 8 مارس مردم کشور ایران، زنان ما به صورت خودجوش وارد خیابون میشن، به خاطر اینکه بعد از انقلاب حجاب اجباری میشه و خیلی از حق و حقوق اونها که به خاطرش مبارزه کرده بودن و سعی کرده بودن از دستگاه دولت قبلی بگیرند رو همه لغو اصلاحات شد، تمامی اصلاحات لغو شد به دستور آقای خمینی. مردم به خیابون اومدن، زنان ما مجددا فعالان ما به خیابون اومدن و اعتراض کردن. چرا؟ چون ما برعکس جامعه که به جای اینکه به جلو بریم یک قدم برگشتیم به عقب. تمام این زحمات این عزیزان رو که سعی کرده قوانین رو به نفع گرفتن حق و حقوق زنان بود رو مجددا لغو کردن. حجاب اجباری شد، زن دیگه اجازه نداشت قاضی بشه. ما وزیر آموزش و پرورش داشتیم، زنان دیگه حق نداشتن بعضی از پست‌ها رو داشته باشن. طبق قوانینی که ما داریم زن نمیتونه رئیس جمهور دیگه بشه، نمیتونه خیلی از سمت ها و در اون پست ها رو داشته باشه. تمام رو جایگاهاش رو مردان گرفتن و بسیاری از قوانینی که واقعا ظالمانه مجددن به زن ها برگشت. اینی که در این روز به نظر من همچنان اگر سالهای سال هم طول بکشه به ما یادآوری میکنه ما همچنان حقوق داریم که ضایع شده، از ما گرفته شده، به ما برگردانده نشده و مجددن یادآوری هست. همچنان دنبال این مطالبات خودمون باشیم. بزرگترینش آگاهی رسانی هست که به زنان دیگری میرسونیم که به این گروه و به این کمپین بپیوندن. خیلی متشکرم از شما بانو رضاوند محترم بابت نقطه نظراتتون و مثال زدن روزهای بزرگداشت زن در بسیاری از کشورها و مناسبت‌هایی که در نظر گرفتن، چه بر اساس مسائل فرهنگی و قومیتی و چه بر اساس مسائل سیاسی. خب بینندگان محترم، نظرات دو مهمان عزیزمون رو در این باره شنیدیم، نظرات بسیار تخصصی و شنیدنی که البته به
نظر بنده واقعیت‌های جامعه ما رو بازگو می‌کنه این نظرات، و شاید یک سری از نظریه پردازان کشورهای دیگه هستن راجع به مسائل داخل کشورشون یک سری نظریات رو میان عنوان میکنن، بعضی هاشون شاید که یک سری خیال پردازی ها بکنن، ولی اما در نظر یک سری از کارشناسان خارجی شاید که کارشناسان ما هم مقداری خیال پردازی بکنن، اما غافل از این هستن که تمام این حرفا همه واقعی هستش. شاید که در هالیوود بشه اسم این صحبت ها رو یک سری فیلم های ترسناک گذاشت و غیر واقعی، ولی حالا با این صحبت ها ما میخواییم که سمت و سوی صحبتمون رو به مسئله دیگه سوق بدیم. آمار خودکشی دختران و بانوان ایران. عرضم حضورتون که آمار خودکشی دختران و زنان در ایران بسیار بالا رفته، به طوری که گفته میشه 7% از خودکشی های نوجوانان اختصاص داره به خودکشی بانوان. مهمانان محترم، کارشناسان عزیز، به نظر شما دلیل افزایش این خودکشی ها به خصوص در مناطق محرومی همچون مثال داریم میزنیم استانهای کردستان و ایلام و دیگر مناطق کشور عزیزمون ایران که به ویژه از نیمه کشور به سمت پایین هستند رو چی میدونید؟ بانو شریفی، میتونیم که صحبت‌های شما رو در این مورد بشنویم؟ خیلی متشکرم. خواهش میکنم. حتما اون بانویی که گفتید زهرا نعمتی بود، اون بانوی ورزشکار پارالمپیکی در واقع المپیک 2016 ریو بود که اجازه بهش ندادن، اجازه خروج نداشتن، بله. و خانم پروین اردلان، ایشون نیلوفر اردلان اصخایی میکنم، ایشون هم کاپیتان تیم فوتسال بانوان کشور بودن، ایشون هم اجازه خروج نداشتن. خب اول و قبل از هر چیز من شروع میکنم با ماده 18 قانون گذرنامه. اینکه خانم متأهل در هر سنی که باشه برای خروج از کشور اجازه شوهر نیاز دارد. شوهر در هر زمان از اجازه خود منصرف شود، می تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه نسبت به جلوگیری از خروج همسرش اقدام نماید. در این صورت گذرنامه خانم ضبط می شود. خب ما می بینیم که پس طبق قانون گذرنامه، ماده 18 قانون گذرنامه، بانوان بدون اجازه همسر حق خروج از کشور رو نخواهم داشت. ماده 19 هم به پیوستش میگه که اگر کسانی طبق ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است، از اجازهشون عدول کنند، دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. خب میبینید که پس شوهر به هر دلیلی و هر زمانی که بخواد میتونه خانم رو ممنوع الخروج کنه. سیستم حمایتی جمهوری اسلامی از مرد سالاری در واقع میتونیم بگیم تا جای پیش رفته که به راحتی و به عمد، یعنی این مشخصه که سیستماتیک و در یک لاین خاصی این کار داره انجام میگیره که از پیشرفت زنان توانمند جلوگیری کنه. توجیه اونها هم برای این عمل زن ستیزانه شون اینه که کانون خانواده باید حفظ بشه. البته خب ما این اصل رو در واقع برای این قرار ندادن که واقعا اهمیت میدن به کانون خانواده، چرا که به اعتقاد اونها اصلا زن موجودی نیست که قادر به تشخیص مصالح خودش باشه. یعنی این اصل بر این مبنا و پایه
گذاشته شده که زن موجودیت مستقل و انسانی نداره، به هم خاطره که نمیتونه درست تشخیص بده و نمیتونه درست انتخاب کنه. پس میبینیم که حقوق شهروندی زن رو به همین سادگی و آسانی با استفاده از یک سری قوانین شرعی و فقهی میگیرن و وانمود میکنن که اون مرد تفکرش برتری داره و خواسته های زن در واقع اینجا به هیچ عنوان مورد توجه نیست، منافع خانواده است. حتی ما اگر بیایم نگاه کنیم در مقدمه قانون اساسی تعریفی داده شده، نوشته شده که زن در قانون اساسی، و خیلی جالبه تعریفی که از زن در قانون اساسی کردن دقیقاً این هستش، گفته که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زده یا استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ در واقع وظیفه خطیرش هست در میدانهای فعال. خب اینجا ما داریم میبینیم این تعریفی که اینجا از زن کردن، از زن به عنوان یک موجود مستقل نیست، صرفا مادر و همسر. یعنی اولین تعریفی که در آموزه های اسلامی در قوانین اسلامی ما از زن میبینیم میشه مادر و همسر هست. یعنی قانون خانواده به این صورت آورده میشه که زن رو در این چارچوب نگه دارن، چرا که اگر زن مستقل بشه خب تفکر دیگری خواهد داشت و علی رغم این تفکر دموکراتی که در سرتاسر جهان الان حکم فرما هست، زن زمانی که شاغل میشه، زن زمانی که به یک استقلال اقتصادی، اجتماعی، فردی، روحی، روانی میرسه، این زن به دلیل اینکه به یک سری از رشد رسیده، به خاطر اینکه این زن به اون اعتماد به نفس و عزت نفس لازم رسیده، بسیار زیباتر میتونه فرزندان خودش رو رشد بده و بزرگ کنه، بسیار بهتر میتونه با اون مردی که همسرش هست زندگی مسالمت آمیزی داشته باشه، چرا که اعتقاد به برابری داره، اعتقاد به این نداره که فرودست، اعتقاد به این نداره که پایین تره، چون زنی که پایین تره تحت سلطه است، این مطمئنن نمیتونه یک تفکر سالمی داشته باشه، این بیماره. و بیمار کردن زن یعنی بیمار کردن خانواده و به تبع اون بیمار کردن جامعه است. پس توجه کردن به این مسئله، ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی، از طرف قوانین دینی، فقط و فقط میتونه یک عامل باشه، فقط و فقط میتونه یک هدف رو دنبال کنه و اون هم اینه که زن رو در گوشه ای نگه داره که به قول قدیمی ها در پسوی خانه بماند و اون جامعه ای و این اجتماعی که متعلق به مردان است خودشون میدونن و خودشون امورات رو میتونن بگذرونن، چرا که سلطه باید بر روی زن و فرزندان باشه. اینه نظری که در واقع ما میبینیم پای ریزی شده به این شکل و به دنبال اون خب زنان ورزشکار ما رو در پی میگیره، زنانی که زحمت‌های زیادی کشیدن، مرارت‌های زیادی کشیدن، تمرینات فشرده و سختی رو داشتن، حالا این تمرینات اینها به یک طرف، اون نامهربانی‌هایی که فدراسیون‌ها در مورد زنان اعمال می‌کنن، اون
بی حقوقی هایی که فدراسیون در مورد زنان ورزشکار ما داره و اعمال میکنه اونها هم مزید بر علت هستن. یعنی زنی که به اون درجه از در واقع حرفه‌ای بودن میرسه توی ورزشش که آماده میشه برای اینکه بره المپیک، این زن یعنی بر چندین برابر یک مرد این زحمت کشیده تا خودشون تونسته برسونه. مسئله فقط تمرینات ورزشی نیست برای زنان تو این جامعه، مسئله اون نگاه جنسیتی که به این زنان میره میشه و از حرف خان رستم باید رد بشن تا به این نقطه برسن. و فکر کنید دقیقا زمانی که به یه نقطه میرسن که باید بارور بشن، باید از اون میوه بهرمند بشن، جلوشون گرفته میشه و اجازه خروج بهشون داده میشه، نمیشه. و این یعنی پایان آرزوهای یک زن، پایان آمالهای یک زن در جامعه ای که با اون همه محدودیت این زن تونسته خودشو به نوعی نشون بده و توانمندی هاشو در واقع منصه ظهور بذاره. خیلی متشکرم از صحبتهای شما، صحبتهای شیوا. میشه گفت غم انگیز شما در مورد، چون که واقعیته و این افکار فقط ما رو همونطور که شما گفتید به اون قطعه شعر انتقادی ذهن ما رو به اون سمت میبره که افکارشون اینه که زن را در پستوی خانه نهان باید کرد. بسیارم متشکر. صحبت های دیگر مهمان عزیزمون بانو رضاوند رو در این خصوص میشنویم. در خدمتتون هستیم بانو رضاوند. ممنون. یکی دیگر از معضلات زنان، عرضم به حضورتون که حق خروج از کشور، چون این مثال رو به عینه زدید من فعلا عرض میکنم خدمتتون، یک حق شهروندیه که هر شخصی داره. هر ایرانی باید از این حق شهروندی برخوردار باشه و هیچ کس و هیچ دلیلی نمیتونه مانع اون بشه. که تو قوانین هم اومده مگر اینکه به دلایل خاص و استثناء شخصی خلافی میکنه، جرمی مرتکب میشه، مشکل مالیاتی داره، دولت با نامی قاضی و موارد قوانین میتونه این کارو بکنه. اما چطوره که تمام مردان ما خیلی راحت این حق رو دارن برای همسرشون؟ و حتی من یادم هست پدران ما هم برای فرزندانشون داشتن، برای دخترانشون، که فکر میکنم بعدها قوانین اومد، الان حضور ذهن ندارم که بعد اومد، ولی تا زیر 30 سال پدر همچنان باید اجازه بده که دخترش پاسپورت داشته باشه، گذرنامه داشته باشه و بتونه بی خارج از کشور بره. که من وقتی که میخواستم گذرنامه بگیرم پدر من از من سوال نکرد. البته خوشبختانه من پدرم مثلا درگیر این موارد نیست و اصلا من اجازه میدم یا اجازه نمیدم. و وقتی که عموی من به من همچین صحبتی رو کرد، گفتم نه، مگه همچین چیزی میشه؟ پدرم گفت مگه میشه من بعد اجازه بدم که گذرنامه داشته باشم؟ یعنی ما نمیدونستیم این موارد رو، اصلا اهمیتی هم برامون نداشت. و گفت نه، گذرنامه شو باید بگیره. ولی اون موقع همینطور بود، پدر هم میتونه اجازه نده به دخترش که به ورزشش ادامه نده. بکن فقط این موارد ورزش نیست، کنفرانسه، گردشگریه، دیدار فرزنده و موارد دیگه هم من بهش برخورد کردم. خانومی بود که میخواست ازدواج کنه و سال سوم دبیرستان بوده گویا این خانوم، و گفته بود که خب من الان سال سوم دبیرستانم، به طب میخوام دیپلممو بگیرم. و همسرش گفته بودن که اصلا مشکلی نیست، ازدواجم بکنیم، شما اجازه داری درستو بخونی و تموم کنی. این خانم واقعا نگران بود و بر اساس حرف و قولش که همسر آیندهش بهش داده بود و خانواده همسرش ازدواج میکنه تا زمانی که امضا میشه، خیلی راحت این آقا میگه نه، اجازه تحصیل نده. یعنی تا زمانی که من یادم این خانم موقعی که با ما صحبت میکرد فرزندان بزرگی داشت، میگفت هنوزم که هنوزه من این همسرم رو هرگز نمیبخشم، به من قول داد، من نگران بودم از این مسئله. و
میخوام بدونم ببینید خانومای ما چقدر باید نگران باشن و حتی رو حرف همسر آیندش که قرار یک زندگی با هم تشکیل بدن رو نمیتونه حساب بکنه، چون چه حمایتی اون قانون میکنه که اون مرد البته جسارت نمیخوام بکنم، احساس وقتی واژه مرد رو میخوام میگرم نمیخوام اهانت کنم به مردان خودمون، من کلی در ارتباط با این دسته از آقایون میخوام صحبت میکنم که چرا به خودش احساس میکنه که احساس قدرت میکنه من میتونم استفاده کنم و میکنم این کارو. و مسئله دیگه این که این محدودیت خروج زنان از کشور از دیرباز هست، یعنی فکر کنیم بعد از انقلاب اتفاق افتاده، یک اهرم فشاری شده موقع اختلافات خانوادگی که پیش میاد از این اهرم فشار علیه همسرشون استفاده کنن. و این میدونیم که تمام حق و حقوق زنان جامعه ما تحت تأثیر رویکرد سیاسی فرهنگی قوای حاکمیتی اون جامعه است، به خصوص ایران. خیلی از کشورهای دیگه هم به همین صورته، ولی کشور ما بیشتر، چون واقعا روی این دارن کار میکنن، روی این مسئله پافشاری دارن میکنن و زنان ما که دارن در مقابل این زن ستیزی مقاومت میکنن که واقعا نهادینه شده تو قانون ما، تو سیاست ما نهادینه شده، واقعا زنان ما بیپناهند، کسی حمایتشون نمیکنه، اجازه حمایت هم ندارن. خانم شریفی فرمودن بند 3 ماده قانون گذرنامه واقعا اجازه نمیده که حتی به کسانی که کمتر از 18 سال هستن که اجازه نمیده که از کشور خارج بشن. این قانون کی تصویب شده؟ 1351 تصویب شد، مال بعد از انقلاب نیست، مال اون زمانه. عرض کردم به شما ما باید پله پله بریم جلو، یه قوانین رو تسهیل تر کنیم، قوانین رو بهتر بکنیم، نه؟ کشورهای دیگه ببینید یه قوانینی میاد یه تسهیل ترش میکنه، ولی ما برمیگردیم به عقب بدترش میکنیم. این قانون سال 51 تصویب شده، اونم در اعتراض فعالای حقوق زن که چنین قانونی واقعا توهین به ما هست. و بعد در مجلس اینطور که من مطالعه داشتم، مجلس سنای اون زمان سال 51، خانم مهرنگیز منوچهریان اولین سناتور زن و فعال حقوق مدنی میاد، به این قانون به شدت اعتراض میکنه، ولی با برخورد شدید رئیس مجلس سنای اون زمان آقای شریف امامی برمیخوره و مجلس رو ترک میکنه. خب چند سال گذشته از اون زمان، سال 51، الان ما سال 1400 ایم و ما داریم برمیگردیم به عقب به جای اینکه اون رو اصلاح کنیم. ممنوعیت خروج زمانی برای زنان ما حادثه آفرین میشه که یه اختلاف خانوادگی پیدا میکنن، دچار پرونده قضایی میشن، همسر میخواد فرزندش خارج از کشور تحصیل میکنه بره ببینتش، میخواد بره به زیارت، میخواد گردش کنه، این حقشه، میخواد توی مجامع علمی ورزشی شرکت کنه، میخواد توی کنفرانسی شرکت کنه. من خودم بارها کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردم، بارها سفرهای خارجی داشتم، استراحت کردم، میخواستم، خسته کار بودم، دلم میخواست کشور هلند رو ببینم، دلم میخواست آلمان رو ببینم، میخواستم ارمنستان رو ببینم، دیو که فرانس بین المللی شرکت کنم. آیا بس من نگران باشم پدر من اجازه میده به من به اون کشور برم یا نه، ببینم یا نه، آیا همسر من این اجازه رو به من میده و حتی ممکنه فرزندان آدم این کار رو انجام بدن. و چرا قانون اینقدر دست این آقایون رو باز میذاره و فرهنگ سازی هم نمیشه و باعث میشه که حق شهروندی که اولین حق هر خانوم و هر آقایی هست، فرقی نمیکنه، یک انسانی، ما زنان هم انسانن، اینطور پایمال بشه. یه لایحه‌ای رو دیدم، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در منع در برابر خشونت، نه؟ توی این لایحه ماده 57ش میاد یک حرکتی میکنن. چه حرکتی؟ میان میگن که، حالا اجازه بدید از روش بخونم براتون. زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
دادگاه خانواده از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرد از نوبت معذرت میخوام خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر عند اللزوم پس از اخذ تأمین مناسب اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات خواهد داد. یعنی باز هم باید شخصی به شما این اجازه رو بده که بعد هم فعالین حقوق بشر جنبش زنان اعتراض میکنن به این مسئله. اگر ما فرق میذاریم باز هم تبعیض، باز هم دلائل خاص، باز هم نخبگان، افراد خاص، اونم به شرط و شروط ها. چرا؟ آیا حق طبیعی یک زن هست یا نه؟ میتونید بهشون بدید. و جالب اینجاست، حالا شرفی مورد رو قشنگ رو صحبت کردم فرمودن آقای من یه جا خوندم که گفته بود ما 9 ماه ازدواج کردیم، من حق خروج به همسرم دادم چون پاسپورت داشته از قبل و بعد ایشون بدون اجازه من پاشده رفته یه هفته ترکیه سفر کرده و برگشته و من ناراحتم از این مسئله، از من اجازه نگرفته و پاسپورتش هم معتبره و من نمیتونم کاریش بکنم و من دلم نمیخواد تا این 3 سال هی بره و برگرده و استفاده کنه ازش. راهکاری جلوی من بذارید مانع این بشم. و جالب بین این همه وکلا یک خانوم وکیل به ایشون راهکار یاد میده و میگه سند ازدواجتون رو ببرید دادگاه، مستنداتتون هم ببرید و دقیقا ممنون خروجی ایشون رو بگیرید. این درده. درد ما اینه. از ماست که بر ماست. خودمون هم علیه خودمونیم. من یادم شرکتی که کار میکردم، حالا خارج از کشور نبود، شرکتی که کار میکردم ما قرار بود بریم یک نمایشگاه بین‌المللی بود، در واقع از کشورهای دیگه هم میومدن، نمایشگاهی بود در کیش برگزار میشد، ما ملزم بودیم که بریم و همه تدارکات دیده و ایشون این خانم همکارم مدیری بود برای خودش و میبایست میومد، مسئول بود و جالبه همسر ایشون بهشون اجازه نداد کیش و شاید من خجالت بکشم بگم مثلا دلیلش رو، شاید هم درست نباشه بگم، نمیدونم، حالا میگم اگر لازم شد. و گفته بود این آقا به این خانوم که وقتی من ازش پرسیدم خانم فلانی علت همسرت رو من دلم میخواد بدونم توجیهشون چیه، این همه خانوم، این همه آقا، ما همه داریم میریم در عرض یک سفر 2 روزه است هتل گرفته شده و مشکل چیه؟ گفت همسر من دلیلی که آورده، اولا که یک دلیلی که همسرش آورده بود، گفته بود شما چشمای درشتی دارید و زیبا هستید و من دوست ندارم میرید اونجا، آقایون جلب توجه میکنید و به شما نگاه میکنن، خیلی قانع کنند، یعنی من خیلی قانع شدم. اما خود این خانم میگفت در واقع همسر من داره منو آزار میده که غیر مستقیم من در واقع شغلم رو رها کنم و دیگه سر کار نرم. در واقع خیلی روشن فکرانه نمیخواست بگه نرو سر کار، مجبورش کنه به این طریق با آزار و شکنجه و تحقیرش جلوی همکارانش میخواست کاری کنه که ایشون شاید مدیران اون شرکتشون رو اخراج کنن و ایشون به هدف خودشون برسن و واقعا جای تأسف داره. بسیار عالی بانو رضاوند محترم، من یه لحظه از خود بی خود شدم در بله میدونستم چون اواخر صحبت شما چند نکته رو اشاره کردید که برای من جالب بود. یکی تصویب این قانون اجازه همسر برای خروج زوجه از کشور که در سال 51 انجام شده، بله. همه میدونن که سال 51 سال شکوفایی ایران نوین و شکوفایی اقتصاد نوین ایران نامگذاری شده بود توسط آقای محمد رضا پهلوی. خب انقلاب سفید همه میدونن که خب چه شکوفایی انجام شد، چه امتیازهای گسترده‌ای برای زنان، برای ورزش زنان، برای شرکت زنان در بحث‌های نظامی، این دریاداری، این خلبانی و و و و و. خب باید یه گریزی بزنیم و باز هم من بیشتر به این مسئله پی میبرم که با یکی از اساتید صحبت میکردیم، میگفتش که آقای محمدرضا شاه پهلوی خودشون واقف بودن که
حقوق بشر رو امضا کردن در سال 1328 ولی کامل اجرا نکردن. یه دوستی گفت چرا؟ گفت لحظه ای که آقای پهلوی داشت از ایران خارج میشد گفتش که مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما میخواییم که حقوق بشر رو اجرا بکنیم. خب این یک نمونش، موقعی که یک نفر میاد همچون انقلاب نوینی رو انجام میده. خب مقایسه بکنیم در سال 51 کشورهایی که الان شدن کشورهای متمدن و ما رو جز تحریم‌های خودشون قرار دادن، این عربستان و امارات و قطر و بحرین، رو بریم به شرق به دو کره و چین و ژاپن، حالا ژاپن به کنار اما دو کره که هیچ، و جنوب خلیج فارس هم همه به قول معروف در اون زمان کپرنشین بودن. خب کسی که هم در اون زمان میاد اون انقلاب سفید رو اجرا میکنه، من واقعا نمیدونم که این قانون چجوری در اون زمان تصویب شده و 100% باید راجبش، من درخواست میدم که یه نشستی راجب این داشته باشیم. که من واقعا گمان میکردم که در اوایل انقلاب خب داخل قانون اساسی اومده، و این که شما عقبش رو گفتید که در سال 51، واقعا شگفت زده شدم. و این که اشاره کردید در اواخر صحبتتون به، شاید جاش نباشه بگم، ولی به قشر فاحشه مغزی که در ایران زندگی میکنن، یا من اسمشون رو گذاشتم قشر متحرک ها، چون به وسیله هر چیزی تحریک میشن، اینا قشر متحرک ها هستن. یک نفر، پس تو آقای محترم که شاید بانو رضاوند رو بشناسی و این صحبت رو بشنوی و این گفتگو رو ببینی، این پیام رو من شخصا بهت میدم که شما 100% بقیه رو به این دید نگاه میکردی که این مسئله برات خیلی جالب توجه بوده و بهش اشاره کردیم. حالا از بحثمون زیاد فاصله نمیگیریم. یک موضوع دیگری هستش که در کشور ما یک حقوق تضعیف شده دیگه در کشور ما وجود داره برای بانوان، زنان دیگراندیش مذهبی و یا زنان فعال مدنی چه جایگاهی در ایران دارن؟ الان شاهدیم که زنان بهایی رو به صرف عقیده به حبس محکوم میکنن. واقعا من متوجه نمیشم، هر از چندگاهی هفتهی دو هفته یه بار اینا دیگه، ما بین دوستانی که خبر رد و بدل میکنن و کند و گاو میکنن میبینیم که خبرها پخش میشه، یک بانوی بهایی، دو بانوی بهایی، اینا محکوم میشن. اصلا من باید صحبتهای کارشناسامون رو گوش بدیم در این مورد. و یا حتی بانوانی همچون بانو مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی که اتفاقا خیلی جالبه، به جرم پاسداری در همین روزی که ما عنوان بحثمون هستش، یعنی روز جهانی زن 8 مارس و گل دادن به بانوان دیگه، در مترو بازداشت و محکوم به زندان شدن. محبت بفرمایید کارشناسان و مهمانان و محترم، جایگاه نقش این بانوان فعال دگراندیش مذهبی فعال مدنی رو در جایگاهشون رو در جامعه کشورمون عزیزمون ایران برای ما بفرمایید. بانو شریفی، ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. خب ببینید،
دگراندیش یا روشناندیش به نوعی میشه گفت به شخصی اطلاق میشه که در واقع اون خط مش یا سیاستی که بر جامعه حاکمه رو به چالش میکشه. در گفتار مذهبی این کلمه دگراندیش از قرن 18 استفاده شده. از نظر سیاسی از سال 1940 که مصادف بوده با ظهور سیستم های توتالیتر به خصوص در اتحاد جماهیر شوروی، آلمان نازی و عربستان سعودی این کلمه به کار رفته. خب بعد از انقلاب صنعتی هم در اروپا این کلمه به کار می رفته. در واقع خیلی جالبه در فرهنگ معین تعریف زیبایی از دگراندیش شده. گفته که دارای کسی که دارای اندیشه متفاوت با اندیشه حاکم بر جامعه است. خب این تعریف بسیار زیبایی است و اغلب دگراندیشان هم معمولا فعالان مدنی هستند و معمولا توسط حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های مذهبی، حکومت‌های به اصطلاح با تفکر سلطه‌گری ما می‌بینیم که اینا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرن. در ایران دگراندیشی دینی هست که خب بسیار شنیدیم که اصلا این جرم و ارتداد شناخته میشه. حتی توی ایران، حالا من اون جاهای دیگه دنیا رو گفتم، توی ایران از زمان آقای هاشمی رفسنجانی باب شد این مسئله که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برخوردهای زیادی باهاشون شد، به طوری که قتل‌های زنجیره‌ای هم در واقع منجر شد. ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از اون مواردش بود، چون حامل نویسنده های دگراندیش و مخالف حکومت بود که خواستن سر به نیستشون کنن. خب این دگراندیش اینقدر جرم و خطرناک هست در ایران و از نگاه جمهوری اسلامی که آقای علی خامنه ای صراحتا گفته که واژه دگراندیش رو قبول ندارم و اون رو ساخته معاندان میدونه. خب طبق قانون، طبق نص صریح قانون اساسی، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی هم محروم هستند. بهائیان نوعی از دگراندیشان دینی هستند در جامعه ما که میبینید بسیار مورد تبعیض، بسیار مورد بیمهری قرار میگیرند. بسیاری از بهائیان الان در زندان هستند و حکم‌های سنگین هم گرفتن. خب از ادامه تحصیل به دلایل بسیار بسیار مسخره که جلوگیری به عمل میاد، دلایلی مثل نقص پرونده، تحقیقات در پرونده، یعنی حتی کسانی که امتحانشون رو دادن، کنکورشون رو دادن، اما با این ترفند در واقع از ادامه تحصیل محروم میشن. خب ما به واسطه این بیقانونی ها، به واسطه این تبعیض های دگراندیشی در جامعه، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل که در امور ایران فعالیت میکنن بسیار ایران رو محکوم کردن تا به اکنون، بارها به دگراندیش ستیزی محکومشون کردن ایران رو و گفتن که نسبت به معاهدات حقوق بشری بی توجه هست ایران. خب ماده 18 قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر مبناش هست آزادی عقیده و دین و تغییر دین و اعتقاد. خب که به طور کامل جمهوری اسلامی این ماده رو زیر پا میذاره. منابع غیر رسمی در ایران میگن که بیشتر از 300 هزار نفر بهایی وجود داره. اما چطور هست که قانون اساسی ایران فقط ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی رو به رسمیت میشناسه و مذاهب دیگری رو به رسمیت نمیشناسه؟ خب این مشخصه که به طور سیستماتیک در واقع داره کاری میکنه که
اینها، این دگراندیشان مجرم شناخته بشن، کنار گذاشته بشن، و اون علتی رو هم که میگن مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با نظام و برهم زدن امنیت اجتماعی، این دلایلی است که نشون میده، یعنی این در واقع قوانین شرعی، این عرف نظام ولایت فقهی جمهوری اسلامی نشون میده که یه جورایی تزلزل پایه‌های این نظام رو نشون میده. چرا که آزادی رو وقتی از زنان میگیرن، وقتی از دگراندیشان میگیرن، وقتی از قومیت‌ها میگیرن، وقتی که از گروه‌های مختلف اجتماعی در رده‌های مختلف با بهانه‌های مختلف آزادی رو ازشون میگیرن و محدودشون میکنن، این صرفاً و صرفاً و صرفاً نشون دهنده ترس و در واقع غیر مشروع بودن این حکومت جمهوری اسلامی ایران هست ولا غیر. خیلی متشکرم. خب بینندگان محترم، نظرات بانو شریفی رو در مورد دگراندیشان یا به گویه نواندیشان، نیکندیشان مذهبی شنیدیم. همین سوال رو داریم و همین پرسش رو داریم از دیگر مهمان و کارشناس محترممون بانو رضاوند که صحبت‌های ایشون رو در این مورد می‌شنویم. در خب من قبل از اینکه مواردی رو مطرح کنم، دلم می‌خواد اینجا بگم که سبب اینکه از خیلی از عزیزان ما از مذاهب دیگر هستند، فرق نمیکنه چه بهایی باشن، چه اهل سنت باشن، چه موارد دیگه، از نظر قوانینی که تو کشور ما حاکم هست اینا ذاتاً مجرمن. یعنی نیازی نیست که حتما یک فعال حقوق مدنی باشند، یک جنبشی رو، حرکتی رو آغاز کرده باشند، ذات فنفسه اینها رو مجرم میدونن. فنفسه به هر دنبال به هر بهانه‌ای حاضر هستن که اونها رو دستگیر بکنن به عناوین مختلف. بنابراین این صرف این که بخوان یک حرکتی انجام بدن نیازی ندارن به این مسئله. این یه خودش یک مشکل هست. منتها چنانچه فعالیتی هم صورت بگیره، چه فعالیت محیط زیستی، چه فعالیتی در ارتباط با مذهبشون، چه فعالیت مدنی در ارتباط با مثلا جنبش زنان یا در ارتباط با کودکان، هیچ فرقی نمیکنه، جرمی به جرم ذاتیشون افزوده میشه. و بدتر از همه این که زن هم باشند، باز هم جرمی به جرمشون افزوده میشه، کارشون رو مشکل تر میکنه. به همین دلیل من ترجیح میدم به صورت کلی در ارتباط با فعالان صحبت کنم. حالا اگر شخصی باشه که فقط یه شخص خیلی عادی که به صورت عادی شاید مجرم از نظر قوانین حاکمه نباشه، ولی چون فعالیت مدنی میکنه مجرم محسوب میشه، رو عرض میکنم. ولی مواردی که اگر این فرد زن باشد، اگر این شخص بهایی باشد، اگر این شخص اهل سنت باشد، اگر این شخص بلوچ یا کرد باشد و مشکلاتی به مشکلات اصلیش اضافه میشه، اون یه چیز دیگه خواهد بود. ببینید زمانی که دیگه سواد و تحصیلات وارد شد و زنان اجازه پیدا کردن که دیگه با سواد باشن، این حق رو داشتن. خب پنهانی هم بود، خیلی ها ما میدونیم در زمان آیت قاجاریه هم خیلی زنان تحصیل کرده داریم که برای خارج از کشور رفتن، پنهانی بود یا به صورت خیلی خانواده‌های متمول و روشنفکر شاید داشتن، خیلی کم بود. ولی وقتی که اجباری شد، تحصیل رایگان شد و گسترش پیدا کرد سواد و تحصیلات برای خانم‌ها، طرز تفکر و دیگر میشه که زنان و مردان ما دگراندیش شدند و حتی منتقد شدند به خیلی از مسائل اجتماعی، به حق و حقوقشون آشنا شدند. هرچند این روزه کمه و همچنان لازم بود ولی هنوز کافی نیست، ولی باز هم وارد این عرصه شدن. و این توهمی که حق و حقوقی که بهشون خیلی محدود بود رو نداشتند و فکر میکردن همینه، قضا و قدر اینه، حق و حقوقشون اینه، از هم پاشیده شد
و دیگه این وعده وعیدایی که بهشون میدادن که بهشت زیر پای مادران است، وعده سر خرمن، تمام اینها از بین رفت و دیگه به این وعده ها قانع نشدند. زنان پا به عرصه گذاشتند، فعالیتشون رو تو عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، هنری شروع کردن. حتی شروع کردن به سفرهای خارجی رفتن، شرکت تو کنفرانس های منطقه‌ای، جهانی و تبادل تفکر با کشورهای دیگه. نقش زنان تو این جنبش ها غیر قابل انکاره. چرا؟ چون ما میتونیم که اینها پتانسیل های نهفته هستند و نیمی از یک جامعه هستند که برای تغییر در یک جامعه واقعا هم نقششون مهمه و هم بسیار بسیار مؤثر. به خاطر همین هست که میبینیم هر جنبشی که از سوی زنان صورت میگیره باهاش هم برخورد میشه. فکر نکنید فقط ایران هست، ترکیه 8 مارس جنبشش صورت گرفت توسط زنان، اونها هم همین مشکل رو دارن و اردوغان بلافاصله دستگیری هاشو شروع کرد باشون برخوردهای به شدت و محکومشون کرد و زندانشون کرد، خیلی دستگیری های گسترده صورت گرفت. در همسایه های ما همین اتفاقات میفته. مثال هایی که میشه تو این زمینه زد، ببینید فعالیت های پراکنده و مقاومت هایی که صورت گرفته، یکی در ارتباط با همین مثلا حجاب اجباری، جوابی که صورت گرفت، همین ندا موحدها تو خیابون‌ها اعتراضاتی که انجام دادن، از طریق فضاهای مجازی کارهایی که صورت می‌گیره، مبارزه برای ورود به مثلا استادیوم، دستگیری‌هایی که به خاطر اونها انجام، نه همه حرکت‌های مدنیه، نه وقتی که میان دوچرخه سواری رو منع می‌کنن، فهمیدید شما، اصلا قابل هضم نیست برای کشورهای دیگه. و اگر کسی دختری که میاد دوچرخه سواری میکنه تو نجف آباد، دختری که اومد دوچرخه سواری کرد سری رفتن دستگیرش کردن. اما به اسید پاشی علیه زنان کاری ندارن، اون جور نیست. دختران و پسرانی که ما رفتن صخره نوردی کردن همین چند هفته پیش و اومدن این بسیجی به خودش اجازه داد به اونها توهین کنه، کشورهای دیگه ورزش رو تشویق میکنن، ترغیب میکنن، به اونها توهین شد، اهانت شد بهشون، ضرب و شتم شدشون و نهایت قانون چه کرد فکر میکنید؟ چه حمایتی کرد؟ گفت صخره نوردی زنان ممنوع. یعنی باز هم به عقب ما برمیگردیم، یعنی هر اتفاقی که میفته یه قدم برمیگردیم به عقب. و چرا این اتفاق میفته؟ چرا به جای اینکه ما این پتانسیل های نهفته‌ای که تو جامعهمون هست تو اجتماع تقویتش کنیم، میایم سرکوبشون میکنیم؟ چرا این حرکت ها میاد تبدیل میشه به یه عامل اغتشاش توی جامعه؟ چرا؟ برای اینکه هر حرکت فردی که صورت میگیره توسط هر خانوم باعث میشه آگاهی به جامعه بده و باعث میشه نافرمانی مدنی صورت بگیره، به حقشون آگاه میشن، پس این حق منه، من اینو میخوام و اونها اینو دوست ندارن. و این مسئله باعث میشه این نافرمانی هرچی بیشتر و عمیقتر جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار بده و آرام آرام نه تنها زنهای دیگهی به این جمعی پیوندن، مردها هم همراهی میکنن. من یادم هست اون مترو بودم، خانومی شروع کرد به خانوم دیگه، حالا سر جا اون مترو میدونی بحث و جدل میشه، و این خانوم برگشت آخر دید هیچی نیست که بخواد این رو عصبانی کنه یا بهش اهانت کنه، گفت برو با این طرز پوششت. گفت طرز پوشش من چیست؟ توهینای خیلی بدی بهش کرد، گفت تو با این طرز پوششت نسبتهای بدی به این خانوم داد، اون خانوم. و من چیزی که خوشم اومد، تو همون ایستگاه مترو چند تا آقا اومدن گفتن که شما اونجا بودی و دیدی این خانوم این نسبتهایی که بهش میدی، شاهد بودی؟ به چه دلیل شما این نسبت ها رو میدی؟ پوشش خانم این چه مشکلی داره؟ و جالب جلوی اون خانم ایستادن و به شدت باهاش برخورد کردن. این نتیجه همین حرکات هستش، نشانه همین فعالیت های مدنی است که پدران ما، برادران ما، همسران ما آگاه میشن. اگر دقت کرده باشی تو خیابون ها میبینید آقا از خانمش داره فیلم میگیره، خانم منه، بی حجاب داره میره و من پشتشم،
نه من پشتشم، کسی جرأت نمیکنه بهش چیزی بگه. این مسئله حالا دولت ها رو فرقی نمیکنه، این دولت میخواد تو ایران باشه، تو ترکیه باشه، یا تو امریکا، یا هر جای دیگه باشه، کشورهایی که دلشون میخواد زنان اون جامعه رو کنترل کنند رو نگران میکنه. و باز میخوایم بدونیم چرا؟ چون زنها از نقش سنتی خودشون میان بیرون، از اون محدودیت ها میان بیرون، و اونها از اون کلیشه هایی که براشون تعریف کردن خارج میشن و اینها رو به فرزندان خودشون آموزش میدن، نسل جوانی رو تربیت میکنن. زنان معلم های خانگی یک جامعه هستن. دولت ما دست گذاشته روی آموزش پرورش ما. چرا سند 23 یونسکو رو تایید نکردند؟ چون دست گذاشته بودن رو آموزش. سند 23 آموزش رو میگفت باید استاندارد باشه، عاری از خشونت باشه، و اینها میگفتن نه، طبق تفکر ما باید باشه. و زنان ما معلمان خانگی ما هستن که این نسل آینده رو تربیت میکنن و اونها اینو نمیخوان. باید این زنان کنترل بشن. بنابراین در مقابل این افراد مقاومت میکنه و براش دولت هزینه میپردازه که مانع این زنان باشه. حاضر هر هزینه‌ای که باشه، هزینه زیادی هم میپردازه، ولی میپردازه. چرا؟ چون این سرمایه گذاری تو این مسئله باعث میشه که نسل بعدی و جوان ما را بتونه محدود بکنه و مؤثره و بتونه اونا رو کنترل کنه، نگهشون داره تو دست خودش، هر آنچه که میخواد بهشون برسونه. وقتی آرزوهای مصطفایی، دختر کرد 17 ساله، به خاطر شعر کردی خوندن زندان میشه، وقتی زهرا محمدی ها میان توی جامعه ما به خاطر آموزش زبان کردی دستگیر میشه به 10 سال، دختر 29 ساله معلمه دستگیر میشه، زمانی که میاد اصل 23 قانون ما تفتیش عقایده، اصل 27 ما تشکیل اجتماعات راهپیمایی است، بدون که مشکلی باشه. مگر اینا چه کردن؟ یه حقی رو گفتن، ما این حق رو میخواییم. نه اسلحه به دست گرفتن، نه توهینی کردن، نه اختشاش کردن، مسالمت آمیز میتونستن مذاکره، ولی اینا اجازه این کار رو ندارن، چون با این کار بقیه هم خواهان حق و حقوقشون میشن، آگاه میشن. و چه کسان این قوانین رو می نویسن؟ مردان ما، مردانی که با این مسئله مخالفن. و متاسفانه یه چیز دیگه رو بگم خدمتون، مردانی این درد اینجاست، مردانی این قوانینی رو نوشتند برای زنان ما که خودشون خانواده هاشون در خارج از کشور، برخلاف قوانینی که اونها به تصویب برای من و شما رسوندند دارن عمل می کنن. کسی که دخترش تو استرالیا داره ورزشکاره، کسی که بچه هاشون توی کانادا در حال ورزش و تمام فعالیت هایی که از من گرفته شده و پدرش برای من قانون رو به تصویب رسونده، به معنی اینه که اون ذهنن شاید قبول نداره، ولی میگه من حق و حقوق تو رو میگیرم، تو برده من باشی که من بتونم راحت زندگی کنم و این کشور رو غارت کنم. مشکل ما اینجاست و اینه که ما باید روی آگاه کردن زنان و مردانمون، به ویژه مردانمون رو با خودمون همراه کنیم. یعنی در واقع میشه بگیم این تغییر و تحول که داره ایجاد میشه اونها رو نگران کرده. بعد از این انقلاب چیزی برای زنای ما نداشت به جز خشونت بیشتر، هیچ چیزی برمغان برای حداقل زنان ما میدونیم نداشت. کاری ندارم حق و حقوق مردان هم ضایع شد، خیلی موارد دیگه، اما برای زنان ما 10 قدم 100 قدم عقب‌تر رفت. یعنی حق و حقوقی هم که داشتن دارن ازشون میگیرن، نگرانی بیشتری براشون ایجاد میکنن. پس این جنبش های اجتماعی لازمه و میبایست تلاش زنان ما بیشتر باشه با نگرانی. هرچند زنانی هستن که این فعالیت هایی میکنن، مثال هایی که شما فرمودید، زندان رو به جون خریدند و باید تحسینشون کرد، ولی باعث آگاهی بیشتر شدن افراد بیشتری که الان وقتی یه دختری توی جامعه روسریشو برمیداره، یه خانوم بهش اعتراض میکنه، وقتی بهش میگه چرا به اختلاس اعتراض میکنی، میگه اون فرق میکنه، من اینو نمیخوام. این درده. آگاه کردن اون خیلی سخت تره.
چون خوب جام دولت خوب روی این مسئله کار کرده، رو آموزش و پرورش ما، رسانه ما رو دست گرفته، صدا و سیمای ما رو دست گرفته که رسالتش فرهنگ سازیه، قشنگ رو مغز اینها کار کرده و رها کرده، گفته خودشون جلوی خودشون رو میگیرن. و علاوه بر اینکه ما باید اون حق و حقوق خودمون رو بگیریم، باید مقابل این افراد که ناآگاهانه و به صورت نادانی تمام، نه از روی تعمد، از روی ناآگاهی مانع شما میشن، شما باید اینها رو هم آگاه کنید، اونها رو هم همراه کنید. بنابراین کار اینها سخت‌تر میشه. امیدوارم که این نهادهای مدنی بتونن روی تغییر این افراد و باورهای مردم زودتر و سریعتر اثر بگذارن تا بتونن اونها هم به حق و حقوقشون برسن. مرسی از شما. سیارم عالی، متشکرم از شما بانو رضاوند محترم، از نظریات شما، از راهنمایی‌های شما. جا داره که یادی هم بکنیم از دختران خیابان انقلاب. بله. و چهارشنبه‌های سفید یادی بکنیم از عزیزی به نام سبا کرد افشاری، دختر 20 ساله‌ای که به دلیل قبول نداشتن حجاب اجباری محکوم به 19 سال زندان شد. عرضم به حضورتون که صحبت کردید از سند BC یونسکو که معروف است در ایران به سند آموزشی BC، که بله سردمداران ایران یعنی در رأس آقای علی خامنه ای گفتن که نباید یک در بزرگداشت روز معلم یک صحبتی در میان معلم‌ها کردن که گفتن که گلایه دارم از بنیاد انقلاب فرهنگی که همچین ماجرایی که پیش میاد باید جوری عمل کنن که لازم نباشه که ما دخالت کنیم در این موضوع. و به کسانی که در خفا میخواستن امضا کنن این سند رو، ما میگیم که برن به اون ارگانهایی که این سند رو نوشتن بگن که ایران احتیاج به سندهای آموزشی نداره و دارای سندهای بالادستی هستش و ما خودمون میدونیم که طبق مسائل فقهی چجوری بچه هامون رو بزرگ بکنیم. خب میشه استنباط کرد از این موضوع که بله سند BC آموزش رو هدف گرفته، آموزش نسل‌های آینده رو که ثمره بیشتری برای کل کره زمین داشته باشند، و اینکه مخالفت نظام جمهوری اسلامی ایران هم کلن با آگاهی داشتنه، چه از بحث رسانه‌ها، رسانه ملی و نشریات و روزنامه‌ها و مطبوعات و چه کتاب‌های آموزشی کودکان در مدارس و چه کتاب‌های کمک آموزشی. ما هیچ بحث آگاهی رسانی رو داخل این کتاب‌ها نمی‌بینیم. بسیارم عالی. ما نشست تأمل برانگیزی داشتیم و به نظر من که به شخص بسیار لذت بردم. امیدوارم که شما بینندگان محترم هم استفاده ها بهره های لازم رو جهت آگاهی بیشتر به حقوق خودتون از این نشست ببرید. آگاهی رسانی هدف ماست. آگاهی رسانی هدف ماست. آگاهی رسانی هدف ماست. چرا سه بار میگم آگاهی رسانی هدف ماست؟ به دلیل اینکه افشاگری رو تمام سایت ها و شبکه های خبری دارن انجام میدن. آگاهی رسانیه که بیشتر دولت ها ازش میترسن و اونو سانسور میکنن. شاید تعداد خیلی معدودی در دنیا از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر خبر داشته باشن و اینو میدونم که بالای شاید 90% از مردم کشورمون اصلا ندونن که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چند اصل و چند فصل هستش.
سپاسگزارم از تمام بینندگان محترم و کارشناسان محترمون که در این برنامه حضور داشتند. ما چند لحظه چند دقیقه فرصت داریم و بانو شریفی و بعد بانو رضاوند صحبت های اختتامی خودتون رو و صحبتی که با بینندگان دارید انجام بدید که این برنامه رو بنده به پایان برسونم. بانو شریفی در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از شما تفکری مجری خوب برنامه دریچه رو به آگاهی، همچنین از خانم رضاوند عزیز که واقعا از صحبت‌های ایشون بهره‌مند شدم. سپاسگزاری میکنم همچنین از کسانی که این برنامه رو تهیه کردن، دستن در کار بودن. من به نوبه خودم 8 مارچ رو در واقع روز زن، روز برابری و رفع تبعیض میدونم و امید دارم به پایان یافتن همه تبعیض‌ها. امید دارم به اینکه فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان با آگاه سازی دختران و پسران و زنان و مردان به پایان خشونت‌ها و تبعیض در سرتاسر جهان کمک کنند. خیلی متشکرم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید. متشکرم از شما بینندگان عزیز که شنوای صحبت‌های ما بودید. بسیار هم متشکرم. بانو شریفی، بانو رضاوند در خدمت شما هستیم. من در واقع صحبت پایانی میخوام عرض کنم که این روز به پاس فعالیت زنانی هست که شجاعانه در این راه قدم برداشتن و از هیچ فعالیتی دریغ نکردند و هرگز نترسیدند و نگران نشدند و بیشتر نگران زنان جامعه خودشون شدند. هرچند این مطالبات به حق زنان مانند تغییر این قوانین تبعیض آمیز مثل رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی چه تو کار چه تو اشتغالاتشون و اقدام و در واقع اجرای کنوانسیون های رفع تبعیض علیه زنان که خانم شریفی عزیزم فرمودن، شاید تا حدودی میتونم بگم بدون پاسخ مونده. اما امروز این فعالان زنان نما به این باور هستن که برای رسیدن به اونها نیازمند نیروی مستقل و ضروری هستن و حضور اونها لازم و انکارناپذیر هستش. میخوام بهشون بگم خسته نباشید و پاینده باشید، پایا باشید، مانا باشید و همچنان به راهتون ادامه بدید و جامعه رو همراه خودتون بکنید. و جا دارم در اینجا از برنامه خوب شما جناب آقای تفکری عزیز، سرکار خانم شریفی گرامی هم تشکر بکنم. بقان من هم از مصاحبت شما لذت بردم. سپاس از این برنامه خوبتون. بسیارم متشکر بانو رضاوند محترم و همچنین بانو شریف عزیز گرانقدر. بینندگان محترم، من و همکارانم به همراه کارشناسان عزیز و محترممون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و شنوای صحبت‌ها و امواج آگاهی رسانی برنامه دریچه رو به آگاهی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. تا درودی دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار. بدرود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.